اشکان صدای ما رو میشنوه، اشکان از تو بشنوی. بله، این تصاویری که احتمالاً الان میتونید ببینید در واقع تصاویر موشک‌های رهگیر پیکان 3 هست و یکی دیگه هم در اونجا هست. اگر الان بتونید ببینید در طول 2 دقیقه 3 دقیقه گذشته شاید چیزی الان تصویر در واقع شاهد رهگیری هستید، چیزی نزدیک به شاید 40-50 موشک رهگیر شلیک شده. آژیر خطر در بخش بزرگی از شهرهای در واقع در بخش بزرگی از شهرهای صحرای نگف در مرکز و در جنوب اسرائیل به صدا در اومده، از جمله در شهر برشه و از جمله در شهر در واقع در شهر دیمونا که نیروگاه اتمی اسرائیل در اون قرار داره. و همچنین باید گفت که در شهر اورشلیم، در مرکز شهر اورشلیم هم صدای آژیر خطر در دقایق گذشته 2-3 باری شنیده شده. باید گفت که تا الان، تا این لحظه، حداقل هیچ گزارشی در رسانه‌های اسرائیلی منتشر نشده مبنی بر اینکه این موشک‌ها به نقطه‌ای برخورد کردند یا نه. اما من همچنان باید بگم اگرچه الان در واقع تعداد موشک‌های رهگیری که ما می‌بینیم کمتر شده، آخرینش من همین چند ثانیه پیش دیدم که اون سمت رو نگاه کردم، اما همچنان در واقع این حملات ادامه داره. این اولین، باید گفت، حمله مستقیم از ایران به سوی اسرائیل هست، حمله ای که اسرائیل گفته به اون واکنش نشون میده، هرچند که از اون طرف در واقع جمهوری اسلامی هشدار داده، تهدید کرده نه فقط اسرائیل رو بلکه هر کشور دیگری رو که بخواد اجازه بده که اسرائیل از فضای در واقع هوایی اون استفاده کنه برای حمله به ایران به صورت مشخص. شاید بشه گفت الان دوباره دارید میبینید این موشک جدیدی هست، در واقع موشک جدیدی هست از موشک های پیکان 3 عمدتاً که مختص رهگیری موشک های بالستیک هستن که الان با آسمان میرن. باید گفت فقط موشک ها نبودن که با آسمون رفتن، من شاهد این بودم که چند تا از این موشک ها رهگیری هم کردن و انفجارهایی در آسمان هم رخ داد. بعد میگردم به این که باید گفت از اون طرف بجز در واقع هشداری که به اردن مثلا داده شده از سوی ایران، حالا نه اسم اردن رو مستقیما نیاوردن، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به ایالات متحده هم به صورت مستقیم هشدار داده، مانند شاید اون چیزی که بایدن دیروز گفت به ایران، گفت نکن. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی هم گفته این اقدامی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه ذیل بند 51 منشور سازمان ملل هست و با آمریکا هم هشدار داده ایران که نباید دخالت کنه. اشکان ممنونم از توضیحاتت. ما تصاویر رو با وضوح کامل از دوربینی که در منطقه همراه تو بود ما دیدیم. حملات پهپادی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. برمیگردیم باز هم با تو صحبت میکنیم.